بنا به گزارش‌ها تا به حال 5 تن از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در درگیری‌های چند روز گذشته در نواحی مرزی جنوب لبنان زخمی شدند که واکنش برخی رهبران اروپایی و دبیرکل سازمان ملل را به دنبال داشته. نخست وزیر اسرائیل اما در یک پیام ویدئویی گفت انتقادها باید متوجه حزب الله باشد که از صلح‌بانان سازمان ملل به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو از دبیرکل سازمان ملل خواست نیروهای حافظ صلح را از مناطق جنگی جنوب لبنان خارج کند. ما با مردم لبنان در جنگ نیستیم. ما با حزب الله بازوی تروریستی ایران در جنگیم که لبنان را تصرف کرده. من می‌خواهم به طور مستقیم به دبیرکل سازمان ملل بگویم وقت آن رسیده که صلح‌بانان سازمان ملل از مناطق جنگی و زیر کنترل حزب الله خارج شوند. نیروهای دفاعی اسرائیل بارها این درخواست را مطرح کردند و این درخواست بارها با هدف ایجاد یک سپر حفاظتی برای تروریست‌های حزب الله رد شده. مخالفت شما با خروج صلح‌بانان این سربازان را به گروگان‌هایی در اسارت حزب الله تبدیل می‌کند و هم آنها و هم جان سربازان ما را به خطر می‌اندازد. بیش از 10,000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل عمدتاً از کشورهای ایتالیا، مالزی، فرانسه، اندونزی و هند در لبنان مستقر هستند. اسرائیل در روزهای اخیر علاوه بر نبرد با شبه نظامیان حزب الله در مناطق مرزی جنوبی، بر شدت حمله‌های هوایی‌اش علیه مواضع حزب الله در خاک لبنان افزوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک روستای مرزی لبنان بنای مسجدی قدیمی را با خاک یکسان کرد. به گزارش وزارت بهداشت لبنان 15 نفر در حمله‌های هوایی روز شنبه اسرائیل جان خود را از دست دادند. 9 تن از آنها در حمله به دو روستا در نزدیکی بیروت کشته شدند. گزارش‌های رسانه‌ای و تصاویر شبکه‌های اجتماعی همچنین از حمله هوایی اسرائیل به بازاری در شهر جنوبی نباتیه خبر می‌دهد. اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواسته برای حفظ جانشان تا وقتی درگیری با شبه نظامیان حزب الله ادامه دارد از بازگشت به خانه‌هایشان خودداری کنند. حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در خاک لبنان به گزارش رسانه‌ها و با استناد به آمار وزارت بهداشت آن کشور بیش از 1,200 کشته و بالای 1,000,000 آواره به جا گذاشته. در همین حال راکت پرونی های حزب الله به خاک اسرائیل همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از شلیک بیش از 300 پرتابه توسط شبه نظامیان حزب الله به خاک اسرائیل در روزهای اخیر خبر داد و اعلام کرد نیروهای دفاعی آن کشور در دو روز گذشته نزدیک به 280 هدف در لبنان و نوار غزه را مورد حمله قرار دادند. عملیات ارتش اسرائیل علیه حماس در نوار غزه به ویژه در منطقه جبالیا در شمال همچنان ادامه دارد.